فرهنگ مجازی، برنامه از رادیو آزادگان. سلامی خالصانه لیکن پر از غم و حسرت، به دلیل سکنا در خاک غربت. هرگز شده است به قول معروف کلاه خیش را قاضی کنیم و ببینیم آن ننگی رو که به بار آوردیم چه انقلابی بود؟ همه چیز رو نابود کردیم. عشق که سرمایه روابط خانواده بود، سرمشق کردار ما ایرانی ها بود، منهدم گشت. دانید چرا؟ بهار عشق زمانی خزان شود که در آن گل وفا و محبت دروزه می خشکد. با فریادهای مرگ بر شاه هر چه داشتیم نابود و پایمال گردید، آن هم به دلیل بی خردی و فکرهای خام. سرمایه رفت و در ره سودای فکر خام، در دشت آز خسته و لب تشنه ماندیم. روسیه گردیدیم از عمل کرد خودمون در سال 57 و دیگر پشیمانی و قصه هم کارساز نیست. در دایره وجود سرگردانیم، از آنچه به ما می گذرد حیرانیم. بدون انسجام و یافتن آنان که به وطن می اندیشند، در بدر و بی سامان شدیم. هنوز خودپرستیم، نایافته یک دیگر پراکنده شدیم، در تک روی و جدال یک دنده شدیم. هر آنچه بر سرمان آمد از بی اطلاعی، بی سوادی و نبود معرفت و علم و ناپختگی بود. تا رشته علم و معرفت فرسوده است، دامان بشر به ننگ جهل آلوده است. انقلاب کردند که به خواسته هایشون برسند، لیکن نه تنها به خواسته هاشون نرسیدند، بلکه داشته های ما نیز از دست رفت. در باغ ادب میوه نارس چیدیم، در دشت هنر به جای گل خس دیدیم. به ناچار برخی وطن را رها کردند و از عزیزانشان دور و در حسرتند و در غربت چه میبینیم؟ تا از وطن و کسان خود دور شدیم، در محفل خود هزار ناکس دیدیم. حال که بدین وضع نابسامان و بدبختی رسیدیم، گناه را به گردن بیگانه می اندازیم. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوندی من و شما صمیمانه نبود. بسیار سنگ وطن بر سینه می زنیم، در حالی که اگر چنین بود دست یکدیگر را رها نمی کردیم. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود. آنچه کاشتیم لاجرم درو کردیم. خورشید نجات برون شو از این ابر تیره رنگ، بیرون بیا و سوزش سرمای ما را بی. We'll be right back.
باور کنم، میخوام اگه خدا بخواد به شهر عاشقان گذر کنم، بیشتر از این نمیتونم که از دیاری تو جدا باشم، میخوام اگه خدا بخواد تاریکی یه شب و سحر کنم، وطن 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 عاشق تو منم، وطن 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 قربون تو برم، وطن 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 بال پرواز، وطن 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 عاشق تو منم، وطن 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 قربون تو برم، وطن 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 شب آواز. وطن 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 بال پرواز، وطن 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 عاشق تو منم، وطن 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 قربون تو برم، وطن 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 شب آواز. عاشق تو منم، وطن 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 قربون تو برم، وطن 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 بال پرواز، وطن 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 عاشق تو منم، وطن 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 قربون تو برم، وطن 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 شب آواز. خب عزیزان شنونده، شنیدید ترانه وطن. از گفتن وطن خسته نخواهیم شد. در برنامه فرهنگ مجازی هستیم که میدونید هر دو هفته یک بار در خدمت عزیزان و میهمانان هستیم که در رابطه با این فرهنگ صحبت میکنیم. وقتی راجع به فرهنگ صحبت میکنیم در این مورد است که آیا ما چقدر از هویت خودمون، از فرهنگ خودمون، از ایرانی بودن خودمون آگاهی داریم. و این هویتی رو که میگن، همه میگن ما ایرانی هستیم، ولی مسلمان در اون کشور به دنیا آمدیم. چه کسی اون آب و خاک رو میشناسد؟ هویت ها در قسمت های مختلف، بعضی ها هویت خانوادگیشون مشخص نیست، هویت اجتماعی ایشون مشخص نیست. و اما به دنیای مجازی اگر بریم، میبینیم که بسیاری در این دنیا فعالیت میکنن. اخباری که در کشور عزیزمون یا در هر کجایی که خفقان و دیکتاتوری وجود دارد، اخبارها و تمام اتفاقات گاهن از طریق دنیای مجازی پخش میشه و به گوش جهانیان میرسه. حالا بگذاریم که جهانیان یک مقدار گوششون کره، ولیکن خب بالاخره مردم متوجه میشن و تا حالا شاید 1% نشون داده که اثر بخش هم بوده. ولی وظیفه هر رسانه است که این کار رو انجام بده. یه مقدار راجع به فرهنگ و هویتمون صحبت بکنیم و میدونید که در این برنامه بارها صحبت کردیم. امروز میهمان بسیار عزیزی داریم، همکاری که مدت هاست میدونم از برنامه های ایشون سمفونی مهتاب میشنوی، شنوندگان زیادی داره و لذت میبرید، و همه اونهایی که در آرشیو هست به ستاره بانوان سرزمین ایران میپردازد. درود بر شما جناب سورتجی گرام. درود بر شما و تمام شنوندگان همراهان این برنامه و تمام دوستانی که در این برنامه من با اونها همراه هستم که ساعتی رو با شنوندگان و
متفکرانی باشیم که در واقع در حال تجزیه تحلیل مسائل روز هستند و عبور به سوی زندگی سالمتر و بهتر. در خدمت شما هستم. بالا شدیم. سپاسگزارم. به صحبت از دنیای مجازی کردیم. همونجور که اشاره کردم میبینیم که بسیاری اتفاقها رد و بدل میشه ما بین همه ما که میتونیم آگاهی هایی به دست بیاریم و خب متخصصان در این امر میتونن تجزیه تحلیل بکنن و یک مقداری کمک باشه و آیا چقدر کمک بوده خب این در آینده نشان خواهد داد. میخواستم در رابطه با فعالیت های شما که در دنیای مجازی هم هست یک مقدار در رابطه با این فرهنگ که آیا ایرانی، حالا من به کشورهای دیگه کاری ندارم چون برنامه ما فارسی به زبان فارسی است و فارسی زبانان هم گوش میکنن، ببینید این فرهنگ مجازی از دید شما چیست؟ این مشخصا از من میپرسید و در مورد خودم و ارتباط شخصی خودم با دنیای مجازی سوالتون میخوام بگم مشخصا روی کردش با من هست با رشد؟ بله با شما هست تا بعد کلی سوالم بکنم. بله تمام میکنم. البته دوستان بزرگواری هستم و از من بزرگتر و خب روشنتر که خب من به شکلی انتظار داشتم که از این بزرگواران شروع بشه، اما از من میپرسید در حال دنیای مجازی رو. خب من خودم خیلی نسبی دیدم چون هم فرصت رشد داشت برای من، هم فرصت پیدا کردن من خودم در واقع از جایی که مثلا شاید من 10 سال در کشور زندگی میکردم که خیلی با فرهنگ ایرانی و با مردم ایرانی نزدیکی نداشت. کشور کوچکی مثل قبرس که خب برای فضای فرهنگی یونانی و حالا ارتودکسی در واقع کلیسای ارتودکس بر اون حاکم بود و من خودم چون از شخص خودم میپرسید در این باره شاید حدود 10 سال پیش، الان که نمیشه گفت 10 سال، 15 سال پیش در واقع که با این فضا آشنا شدم، خب در جایگاهی بودم که به صورت ادبیات در یونان علاقه من شده بودم، در حالی که خب با ادبیات و با شعر پارسی من آغاز کرده بودم، اما در محیطی بودم که خب دور افتاده و جدا بودم و این به صورت دنیای مجازی باعث شد که خب در اون زمان که میگم 15 سال پیش شاید با شاعران ایرانی آشناتر شدم، با به صلاح هنر بروز شده ایرانی آشنا شدم و خب ارتباطاتی گرفتم که خب حداقل منو در مسیر قرار داده بود که در کنار فعالیت عمل در زمینه شعر یونانی یا با اون زبان و با اون فرهنگ و ادبیات شعر پارسی هم به سرایم و برای از اساتیدی بهره‌مند بشم که خب در این حوزه در داخل ایران و در خارج از ایران فعالیت میکردن. کلا میخوام بگم به شکلی نزدیک کردن ارتباطاتی بود که خب در قبل از اون امکان پذیر نبود و خب حتما باید به صورت نامه، تلفن، نوشتار چه ارتباطاتی حاصل بشه. از این بابت بسیار میتونم بگم مثبت بود، اما خب همونطور که گفتم بسیار نسبی هست دنیای مجازی و در واقع استفاده ها و سوء استفاده هایی که میشه از این دنیا کرد، از این فضا کرد و این مربوط به کشور ما و مردم سرزمین ما نمیشه و خب در تمام سرزمین ها به شکلی مبارزه میکنند برای آن جاها که در واقع آسیب زننده خواهد بود دنیای مجازی و فرهنگ مجازی و این که خب چقدر ما بتونیم پیشتاز باشیم در این فضا این مهم هست و خب چگونه از این موج، از این به شکلی انرژی که خب چه بخواهیم چه نخواهیم به زندگی ها و خانواده ها وارد میشه استفاده کرد و در جهت بهینه در واقع در مسیر درست حرکت کرد. این خب خیلی مهم هست و یا نه این من و شما و دوستان بزرگوار ما تنها نیستیم که
برای اولین بار داریم این موضوع رو مورد نقد قرار میدیم. مطمئناً در داخل ایران، حکومتی که در داخل ایران هست قبل از ما به این اندیشیده، و خب اگر نگاهی به سایت های داخل سرزمین ما داشته باشید، خب مشخصاً از چندین سال پیش برای کسانی که از اتاق فکر سرزمین ما و حکومتی که بر اون هست میاد، در واقع ما میبینیم که از اون سالها، شاید از 10 سال پیش به فکر افتادند، و خب این طبیعی هست. و حتی در سرزمین سوئد هم ما میبینیم که خب بسیاری از جاها، بسیاری از سایت ها فیلترینگ شدید هست، و خب شما حتی اگر خیلی چیزها رو حتی سرچ کردن خیلی چیزها در دنیای مجازی شاید برای شما مسئولیت زا باشه و پاسخ دار باشید. من نمیخوام خیلی زیاده گویی کنم، چون میدونم دوستان و اساتید من هم هستن در این گروه و خوشحال میشم بیشتر شنونده باشم، چون همطور که گفتم من صاحب نظر نیستم، و خب در کنار دوستان، همین که بودن در کنار دوستان برای من مایه افتخار است. خواهش میکنم، شما لطف دارین. در رابطه با اینکه فرمودید که ابتدا از شما گرامی سوال کردم، علتش این است که وقتی که ما میهمون دعوت میکنیم دوست داریم که میهمان عزیزمون ابتدا صحبت بکنن، که حتما از عزیزانمون خانم دکتر میترا بابک و جناب رحیمی از نظرات ایشون رو هم خواهیم پرسید، ولی در ابتدا به میهمانمان خوش آمد میگیم. علت این بود که از شما گرامی شروع کردم. ولی بریم سراغ بانو میترا بابک عزیز. خانم بابک، در رابطه با صحبت هویت و مسائل مختلف قبلا صحبت کردیم و نفوذ کسانی که میان این دنیا رو یا این کارهای فعالیت‌ها رو میخوان یک مقدار لوس کنن، از بین ببرن و خرابش بکنن، تبلیغات میکنن و غیر از تبلیغات کارهای خیلی خطای دیگری هم میکنن. میبینیم که جنایات و کارهایی رو که انجام میدن در ظرف این در دوره تاریخ ایران، من فقط به ایران اشاره می کنم، بی سابقه بوده که در دنیای مجازی خودتون می دونید و صحبت هایی که قبلا کردیم و انجام میدن. چندیست که در این رابطه آمدن تبلیغات اسلامی گذاشتن، دخترانی بسیار مدرن، ولی در پس این مدرنیته بسیار تفکرات کوتاه انجام میدن، میان میگن که حجاب خیلی خوبه، ما حجاب رو پسندیدیم، ما خیلی کارا کردیم، ولی الان میبینیم که به جایی رسیدیم که حجاب و برگشت به این دین بسیار خوبه. این رو شما چگونه میبینید؟ این تضاد شخصیتی است، چون وقتی که از حجاب صحبت میکنیم چقدر حقوق یک زن زیر سوال میره، و اینی که میاد تبلیغ میکنه چگونه مردم واکنش نشون میدن. به طور مثال من که این دو فیلم رو دیدم به این فکر رفتم که تویی که حجاب گذاشتی مرتبم داری خودتو درست میکنی که حتی یک تار موت روشن نشه، نشون داده نشه، چگونه از حقوق خودت آگاهی داری که مردم رو داری دعوت میکنی که حجاب رو به سرشون بندازن و به دین مبین اسلام بیان و این حرکت رو انجام بدن. نظر شما چیه؟ بذارین قبل از اینکه شروع کنم خانم ارشادی، همه کلیپ رو پخش کنم و در موردش، چون من تو صفحه های مجازیم پست کردم. خواهش میکنم. واسه بهش که ترنگو وارد میشه و تصمیم میگیره که زندگیشو عوض کنه و خوب بکنه، و اون روز واسه من همین امروز بود که تصمیم گرفتم کلا مسیر زندگیمو عوض بکنم و اینجوری دیگه عکس و فیلم و تبلیغات و کلیپ خودم انتشار بدم بیرون. همه آدم ها یه روز یه جایی به این نتیجه میرسن که باید خانوم زندگی کنم، باید با حجاب باشم، باید خیلی کارهایی که ممنوعه رو انجام ندن. من الان به اون نتیجه رسیدم که باید با حجابم به خیلی ها بگم که شما هم میتونید، شما هم میتونید خیلی با حجاب خیلی شیک از خودتون ویدیو بدید، فیلم بذارید، عکس بذارید. من توی کپشن هم نوشتم مهربانان و مهربانوان عزیزم،
ببینید رژیم فاسد آخوندیزم چقدر ذلیل و بدبخت شده که بعد از الهام چرخنده حالا از این دختران روانپریش بسیار جوان مثلا سلبریتی دنیای مجازی برای ترفند جدید خودش استفاده میکنه. لطفا شما انسانهای باخرد و فرهیخته برای این دختران و ترفند جدید رژیم نظرتون رو بنویسید. و 2147 نفر بدون استثنا، چون من دونه بدونه به کامنت ها میخونم زیرا که به کار حرفه خودم و تحقیقی خودم و مردم بسیار بسیار حرمت براشون قائلم و جوابشون هم خودم میدم، 2147 نفر فقط منفی صحبت کردن در این مورد. اگر که الان تلویزیون بود میدیدیم که این دوتا دختر جوان وحشتناک به صورت بسیار ترسناک، یه پرانتز من بذارم برای اینکه تو کار حرفه‌ای من هم مردم هم زنم، بارها گفتم خانوم ها، حالا چون دیگه الان فرق نمیکنه چه دختره، البته تأسفش خیلی بیشتره چون سن پایین این کارو میکنه، یعنی بسیار پایین که اصلا صورت زیبا و طبیعت اون صورت و پوست لطیفش اصلا احتیاج نداره و تا سنهای بالا میبینیم که متاسفانه همین دنیای مجازی یکی از بخشای منفیش همین مسئله است که مود روز رو به نوعی کمان و یا نرمال میکنه و اصلا هم مهم نیستش که این مود روز چقدر زیباست یا چقدر زشته. و اگر عزیزان الان این کلیپ رو ببینن یا حتما بسیاری دیدن یا میتونن برن رو یوتیوب و یا اینستاگرام جاهای مختلف ببینن، این دوتا عزیز سنشون خیلی کمه، لباشون بسیار وحشتناک فیلر کردن، بسیار وحشتناک بزرگش کردن و موجه‌های خیلی 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 بزرگ، چشمایی که کنتاکت لنز زده شده، ابروهاشون رو خیلی وحشتناک کلوف کردن و خلاصه هر جوری که بخواین بلا سر این صورت زیباشون و بینی چند بار عمل کرده و آرایش بسیار بسیار غلیظ که من بارها گفتم باور کنین من ریسرچ کردم، اکثر آقایون بدون استثنا که آقایون خوششون نمی اومد، اکثر آقایون گفتن نه تنها سکسی نیستن بلکه بسیار مشمئز کننده و ترسناکن و خوشحالم که دوتا مهربان یا دوتا آقا یا مرد در بحثمون داریم که میتونن نظرشون رو در این مورد بگن و درصد بسیار کمی که من ریسرچ میکردم به من گفتن که فقط برای یک لحظه آمیزش جنسی اونم به صورت متفاوت ما میتونیم اینا رو تحمل کنیم، یعنی فقط و فقط برای این، نه برای زندگی روزانمون. و اینو خواستم مخصوصا تو پرانتز بگم به خانوم ها که فکر نکنین زیبا میشین، باور کنین بسیار زشتر و کریهتر میشید هرچی بیشتر از این مود روز به اصطلاح استفاده بکنین یا خودتون رو بخواین زیباتر بکنین یا جوانتر نگه دارین. و متاسفانم اعتیاد خیلی خطرناکیه، نمونه بارزش مایکل جکسون بود که میبینیم الان خانم ها وقتی شروع میکنن دیگه نمیتونن متوقفش کنن چون روز به روز میخوان مثلا خوشگلتر بشن و میبینیم که این دوتا دختر جوان برای تبلیغات الهام چرخنده کارش تموم شد، زمانش دیگه گذشت، حالا از همین دنیای مجازی که جالب رژیم انقدر بر علیهش صحبت میکنه و انقدر فیلترش میکنه و انقدر به صورت کذایی و قرب‌زدگی ازش حرف میزنه و شعار طبیعتاً میده، خودشون چقدر زیاد استفاده میکنن، خودشون آقازاده هاشون چقدر تو این دنیای مجازی هستن، فعال هستن در اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و همه اینا، حالا که اینستاگرام از همش مشهورتر و فعالتره و میبینیم که حالا اومدن انقدر بدبخت و ذلیل شدن که حالا بر علیه حرفای خودشون و شعارهای خودشون بر علیه دنیای مجازی از این دوتا بد دختر بچه بسیار جوان روان پریش، چرا من میگم روان پریش؟ به خاطر یک انسان سالم نمیتونه شکلشو به این صورت در بیاره مثل یک پرنستاری که انگار اینا همه از یک کارخونه اومدن بیرون،
شکل واقعی، شکل ظاهریشون از بین میره و دیگه اصلا معلوم نیست کیان. یعنی اون هویتی که داریم در موردش صحبت میکنیم با این پلاستیک سرجری ها و با این همه فیلر کردن ها، بوتوکس کردن های بیش از حد، متاسفانه باعث میشه که طرف دیگه خودش نیست. از نظر ظاهری بیولوژیکلی خودش نیست و از نظر روانی هم دیگه خودش نیست، برای اینکه وقتی خودش رو تو آینه نگاه میکنه دیگه و وقت عکس خودش رو نگاه میکنه، اکثر اینا میرن عکسای گذشته خودشون رو تیکه تیکه و پاره میکنن، برای اینکه هیچ شباهتی به عکس گذشتهشون دیگه نداره و یک به در یک گمگشتگی هویتی قرار میگیرن که حالت روانپریشی پیدا میکنه و اعتیاد پیدا میکنه و شروع میکنن بیشتر خرج کردن روی صورت و جسمشون. سالها پیش من یادم یک بانوی در دنیای غرب دیگه انقدر بیپول شده بود که روغن زیتون، خودش آمپول با روغن زیتون وارد صورتش میکرد که توی یوتیوب ها هستش و جان خودش رو از دست داد. اینه که متاسفانه ما انقدر، یعنی انقدر میشه در موردش صحبت کرد، در مورد مضرات و خطراتش. و برگردیم سر این قضیه دنیای مجازی، میبینیم که انقدر ذلیل شده که حالا از این دخترها که به اصطلاح سلبریتی، آخه وقتی کلمه سلبریتی رو میاریم یادمون باش افتخار نکنیم که سلبریتی هستیم. ما دو مدل سلبریتی داریم، سلبریتی که باعث افتخار، سلبریتی که آموزش میده، سلبریتی که درس زندگی، درس اخلاق و حتی فان و حتی آرت، هنر، هر چیزی، یک انسانه. و یه سلبریتی دیگه داریم که ناانسان، بی اخلاق، بی مسئول. ما هر کسی رو هم اسم رو گذاشتیم سلبریتی، که باید این بحث هم در آینده باز بکنیم که آخه اصلا معنی سلبریتی یعنی چی. و این دخترانی که اینا استفاده کردن در دنیای مجازی خودشون رو با آرایش های بیش از حد، حتی یکیشون با لباس خواب در کریسمس مثل که وارد یک مهمونی میشه، یعنی به صورت بسیار سکسی زننده عکس ها و کلیپ هاشون رو توی دنیای مجازی شروع کردن، شیر کردن و یه عده درب و داغون هم میرن فالو میکنن. آخه هر کسی که چند صد هزار تا حتی میلیون فالوور داشت که نباید براش اهمیت قائل شد که نه طرف یک میلیون مثلا فالوور داره. خب ای بیشوری که رفتی اونو فالو کردی، تو چقدر باید بیشورتر و نادانتر باشی که بیماری که چقدر بخوایی همچین روان پریشی هایی رو تو فالو کنی که اونم وارد دنیای توهمش بیشتر بشه. یعنی تو هم خودت نقش داری برای توهم زدایی اون و بیمارتر کردن خود و بیمار کردن اون. یعنی برمیگردی به مسئولیت و درس اخلاق که خود من چقدر اخلاق دارم که من بخوام یه همچین فردی رو فالو کنم، چون اونم وقتی فالوارش بره بالا توهمش بیشتر میشه و این چنین میکند که نباید بکند. و بعد میبینیم که جمهوری اسلامی از اینا استفاده کرده، طبیعتا بدون استثناء. اصلا نمیشه که تو این همه، شما این همه کامنت گذاشتن، بالای 2000 نفر، شما دونه به دونه‌شون رو بخونید، یک نفر تایید نکرده، زن و مرد، دختر و پسر تایید نکردن، بلکه حالت مشمئز کننده رو از خودشون نوشتن. و همچنین اینی که چقدر به اینها پول دادن و اینا رو خریدن و اینا هم روان پریشن که به راحتی میتونن برای اینکه بیشتر سلبریتی بشن یا بیشتر با همین کلیپشون به فرض دوباره فالوورهاشون بره بالا و کمکی هم به جمهوری اسلامی کرده باشن در قبال کیفشون که پرتر بشه، بیان دست به همچین کارهایی بزن. این رذالت در درجه اول رذالت همون جمهوری اسلامی که از دنیای مجازی انقدر زشت و کریه صحبت میکنه و بعد خودش زشتر و کریهتر ازش استفاده میکنه. و بعد زشتر و کریهتر اینه که من نهایی بخوام خودم رو بفروشم به خاطر یه همچین نظام فاسدی.
سپاسگزارم از توضیحاتتون بانو دکتر میترا بابک عزیز. فقط میخواستم سوال بکنم در رابطه با حجاب. خب شما در رابطه با دنیای مجازی صحبت فرمودید، اما این حجابی که ازش صحبت میکنه، آیا این افرادی که از حجاب صحبت میکنن چقدر حالشون خوبه؟ چقدر میدونن حقوقی دارن؟ یا آیا اینها همون زنان مرد سالاری هستن، یا اصلا کسانی هستن که مثل عروسک هایی میمونن که میتونن اینها رو هر مثل کوک هر جوری بخوان کوکشون بکنن؟ ببین خانم ارشادی، دقیقا مسئله حجاب یک موزل بسیار جدیه، به خاطر اینکه در برنامه تلنت شو هم یک کلیپی من میدونی که صبح برنامه اینستاگرام دنیای مجازی من رقص و شادی برای مردم، و یک کلیپی من گذاشتم که فکر میکنم عراق بود، یک مهمونی بود که میکسم بود، خانم و آقایون تو مهمونی بودن و دخترهای جوان با جسمهای بسیار ظریف و یا درشتشون، با شلوارهای بسیار تنگشون، لباس خیلی زیبا و به اصطلاح سکسی ما، ولی روسری روسرشونه و چه رقصهایی دارن میکنن، چه قرهایی را دارن میدن. مسئله اینجا اینه که ما الان تو قرن 21 داریم زندگی میکنیم و واقعا یکی زن، یکی دختر، یکی زن و بعد در کنارش یکی مرد باید به این مسئله علمی مسئله نگاه کنه که همیشه به مردم تفهیم کردن بالاجبار که موی زن اشعه داره، که ببینیم بنی صدر رو در بدو این قادسیه دوم هم این صحبت‌های مسخره بود، ولی 40 سال از این قضیه گذشت، 1400 سال از این قضیه گذشته، حال نوبت من زنه، من دختر جوانه و من مرده که بشینم فکر بکنم به خواهرم و به دخترم و به همسرم نگاه کنم و همچنین من زن به خود نگاه کنم که چرا باید این همه تضاد باشه که من فقط باید موهای خودم رو بپوشونم، زیرا که یک دانه موهای من رو آویزان میکنه در اون جهنم کذاییش. دو، اون جهنم کذایی که برای توی زن، توی دختر تفهیمت کردن، تلقینت کردن، یک حرمسرای بسیار زشت و زننده و مشمئز کننده‌ایه که مردها باید باز از تو لذت ببرن، در حالی که در اون بهشت کذاییشون دیگه حجابی هم نیست. جالب اینجا اینه که در بهشت کذاییشون زن و شوهرام دیگه همدیگر رو نمیشناسن، اون غیرت دینی و مذهبیتون هم میره کنار، حالا خانمتون هم در دخترتون و خانمتون هم در بغل آقایون دیگر است. ما باید حالا بشینیم فکر کنیم این مغز نداشتمون رو به کار بندازیم، سلولهای مغزمون رو به کار بندازیم که چقدر این صحبتها منطقی و علمی است و چقدر این صحبتها غیر منطقی، غیر علمی و غیر انسانی است. چقدر بر علیه من زنه؟ چرا موی زن باید اشعه تحریک داشته باشه، موی مرد نداشته باشه؟ چرا هیکل من باید داشته باشه، تحریک کننده باشه و هیکل مرد نباشه؟ در ساعتی که میدونیم در دنیا غرب هیکل مردم خیلی برای خانم‌ها میتونه تحریک کننده هم اتفاقا باشه. من یادم یه سفری سالها پیش رفته بودم مالزی و یه لحظه از مغزم پرید، من توی صبح که پا شدم از تو هتل، از خواب که پا شدم، از پنجره بزرگ اتاقم که نگاه کردم پایینو، برای یک لحظه شدیداً شوک شدم، برای اینکه دیدم یه آقایی با مایو در کنار همسرش که پوشیه گذاشته رو تمام سر تا پاش سیاه پوشه، پوشیه هم رو صورتشه، که نفسم داشت میرفت. رفتم صبحونم خوردم، داشتم میومدم بالا توی آسانسور، یکی از این خانوما رو من توی آسانسور دیدم و چون به زبانشم میتونستم صحبت بکنم بهش گفتم که چرا تو اینو بستی در اومدی تو جای گرم کنار دریا، شوهرت مایه تو تنشه و تو؟ خانم ارشادی، آقای رحیمی و مهمون عزیزش، چشاش پر اشک شد، گفتش که اجباره، من حق ندارم بردارم. خب این نظر یک زن آگاه بود، ولی زن آگاه محبوس. اما ما زنان امت ناآگاه
محبوس در قفس خود و بعد در قفس خود را هم کردن در قفس شوهر گذاشتن داریم، قفس در قفس داریم که هنوز نمیخواد این مسئله رو درک کنه، تشخیص بده، بشینه از عقل و سلولهای مغز خودش استفاده کنه، بشینه در همین دنیای مجازی ریسرچ کنه، تحقیق کنه و علمی تحقیق کنه و نه دینی و مذهبی و با تعصب کورکورانه دینیش و برای خودش شخصیت قائل بشه که چرا و بعد در کنارش ای آقایان ناانسان که با یک موی زن میخواین تحریک بشین، شرم بر شما باد. میدانیم که این امثال هم یعنی آخوندها و امتشون تمام فکر و ذکرشون به شکم و زیر شکمشونه، در صورت که این توهین به آقایونه، آقایون به ملت و نه امت. مردم شما اگه به این در دنیای مجازی مخصوصا اینستاگرام من و چون کلیپ های مهم فرهنگیش روانشناسی اجتماعی و سیاسی میذارم و هنری، برین کامنت ها رو نگاه کنیم ببینید که آقایون چقدر دارن از افکار این امت و این نظام آخوندیزم بر علیه زن شکایت دارن، زیرا که تازه متوجه شدن و یا بعضی هاشون سالهاست متوجه شدن که این دقیقاً بی‌حرمت کردن من مرد. وقتی به من بگی مردها به چه حقی من مرد رو، من مهربون رو قاطی تو فاسد، قاطی خود فاسدتون میکنید، اینجاست که حالا مردهای ما صداشون باید فراتر باشه و رساتر که این نظام سراپا فاسد رو و گفتمان و گفته های سراسر فاسدشون رو بر علیه مردها، چون این بر علیه مرد هست، فقط بر علیه خانم ها نیست، این توهین به مردها هم هست که اینجاست که در همین دنیای مجازی باید آقایون و یا مهربانان دست به دست مهربانوان و مهردختان ما بدن در کامنت ها به دفاع از حقوق انسان، حقوق زن، حقوق مرد، حقوق کودک، حقوق حیوان و حقوق محیط زیست و حقوق دنیای مجازی صحبت بکنیم. روز به روز آگاه تر بشیم، روز به روز داناتر بشیم، تازه قفس رهایمون رها شدیم، آزاده تر شدیم، انسان تر و با اخلاق تر شدیم و این روز رو فقط و فقط خود با مسئولیت خود باید به عهده بگیریم و به دست بیاریم. سپاسگزارم بانو دکتر میترا بابک عزیز. جناب رحیمی، خب صحبت شما یا نظر شما در رابطه با همین مسئله که از بانو دکتر میترا بابک عزیز پرسیدم چیست؟ به دلیل تبلیغاتی که در دنیای مجازی میشه، به طور مثال یک پرچم میذارن، یک عکس میذارن و از شاهزاده رضا پهلوی دفاع میکنن، میگن ما طرفدار هستیم، ولی در طول برنامه میبینیم که همه کسانی که توهین میکنن و مخالف هستن رو میارن، یعنی نقاب هایی بر چهره دارن که اصلا مشخص نیست این افراد چه هویتی دارن. من خواهش میکنم عزیزانی که هستن میکروفوناشون رو ببندن چون صدا داره میاد. و اینکه در رابطه با تبلیغاتی که انجام میشه، همین تبلیغاتی که خیلی سر و صدا کرده در رابطه با خانم هایی که خیلی عمل کرده هستن و خیلی هم مدرن هستن ولی شخصیت خودشون رو نمیدونن و صحبت از حجاب میکنن، نظر شما در این رابطه چیست؟ درود بر شما خانم ارشادی، درود بر شنوندگان خوب برنامه همون جناب سورتجی و خانم دکتر میترا بابک عزیز که استفاده میکنیم از دانش و خردیشون و چقدر مایه مباهات هست که ما یک همچین زنانی رو مثل شما و مثل خانم دکتر بابک در ایران داریم. عرض کنم به حضور شما که عارض هستم. ببینید، جمهوری اسلامی یک مقوله‌ای درش مطرحه به عنوان خواهران اجاره‌ای. این خواهران اجاره‌ای عرض می‌کنم که اشخاصی هستن که اینها میرن مثل آدم‌های معمولی در جامعه. چرا میگم آدم‌های معمولی در جامعه؟ برای اینکه معمولی جامعه ما با اون چیزی که جمهوری اسلامی سعی در الغاش داره خیلی تفاوت داره.
و آدم های معمولی در جامعه، یعنی خانم هایی که مانتو می پوشن، یعنی خانم هایی که روسریشون حالا موهاشون از زیر روسریشون بیرون، آرایشی دارن، میاد سراغ یک همچین آدم هایی و یک دفعه ما می بینیم که راهپیمایی 22 بهمن یک عده به اصطلاح امروزی ها داف عکس گرفتن دستشون، جانم فدای رهبرم، ببخشید من اینجوری میگم ولی اصلا حیف رهبر زادم به این آدم بگم، یا عکس این آقا رو میگه، اصلا یه وضع خیلی عجیب غریبی. خب اینها رو بهشون میگن خواهران اجاره‌ای، یعنی این اصطلاحی هست که خود وزارت اطلاعات هم برای اینها به کار میبره، خواهران اجاره‌ای. خب یک زمانی اومدن الهام چرخنده و الهام چرخنده ها را با اون سابقه روشنی که اینها داشتند آوردند. و آخه من نمیدونم، خیلی جالبه، مثلا ما در فامیلمون یک کسی رو داشتیم که این دختر یعنی بلندترین لباسش حدود 20 سانت بود، بعد یک دفعه این خواب حضرت فاطمه دید. حالا ببینید شما چقدر حضرت فاطمه بیکاره که شبا تو خواب چند نفر میره، بعد از اینا دعوت میکنه که بیاین محجبه بشین. بعد حالا جالب اینجاست، این فاطمه که اینقدر بیکاره که به خواب اینا میره، چقدر جالب تره که بعدش اینا ازدواج، اون دختر بعد از اینکه محجبه شد یک ماه بعدش زن یکی از آقایونی که باز نسبت خانوادگی دوری داشتند شد، که وضع مالی خیلی خوبی داشتن. خب پس یا این فاطمه مصلحتی بود خواب دیدنش، یا اگه برای پول داری میری زن طرف بشی، میگی خب اب نداره پول باشه، من این لچکم میندازم روی سرم، بیا یه بار مرد، نمیگم مرد باش، بیا انسان باش، بیا محکم باش، بیا خودت باش، بیا بگو آقا من به خاطر اینکه زن این بشم حاضرم خودم رو به شکل یک کنیز در بیارم. چرا میگم کنیز؟ دیروز روز جهانی حجاب بود خانم ارشادی، اروپا اومده روز جهانی حجاب گذاشته، دیروز نه پریروز، پریروز روز جهانی حجاب گذاشته. بعد شما فرض کنید که یک خانم سوئدی اومده بودن صحبت میکردن در نشست گروهی که بودیم، دکترای فلسفه دارن و میگفتش که نه در قرآن هیچ جا نگفته حجاب. گفتم چرا هیچ جای قرآن، شما چرا میگی هیچ جای قرآن نگفته؟ دقیقا آیه 31 سوره نور چی داره میگه؟ گفت نه قرآن میگه باید قلبشون حجاب داشته باشه، چشمشون حجاب داشته باشه. گفتم خانم محترم این آیه قرآن، اینم ترجمهش، این داره میگه بپوشون. گفت خب تو بایبل هم میگه، توی انجیل هم میگه. گفتم خب حالا اونم بدتر از این، اصلا دین همینه، برای اینکه دین یک ابزار مردانه است و نگاه یک ابزار مردانه به زن، نگاه بالا به پایین یا یک نگاه سلسله مراتبی و هایرارکیال هستش. چون ما فقط در آیین زرتشت میبینیم که مشی و مشیانه کنار هم دیگه رشد میکنن و بزرگ میشن، در آیین های دیگه زن یا از دنده چپ مرد به وجود میاد، یا نمیدونم خدا میدونه این تنها بوده، بعد میاد نمیدونم یه دونه شیطان میگه یه چیزی به من بده، من برم اینو وسوسه بکنم، خدا زن رو میافت. ببینید نگاه ادیان مخصوصا ادیان ابراهیمی به زن، نگاه جنس ضعیف و جنس دوم هست. خب جمهوری اسلامی دام با دوم با دام با دوم، آی کجایید که کرامت زن داره از بین میره، نمیدونم در غرب استفاده ابزاری میکنن زنی که نمیدونم الگوش فاطمه. اولا فاطمه زهرا در کل زندگیش چه تاجی به سر بشریت زده که حالا الگوی زنان دنیا بخواد باشه؟ آدمی که 9 سالگی شوهر کرده، حالا به یه روایت 9 سالگی شوهر کرده، بعدم تاپ و تاپ زاییده، بعدم رفته افتاده مرده، با این چه الگویی میتونه باشه واسه یه زن غیر از الگوی بدبختی و دستگاه جوجه کشی و تولید مثل برای یه آقا؟ آیا فاطمه زهرا باید الگوی یک زن باشه؟ یا فرض کنید ماری کوری؟ یا بسیاری از زنان دیگه، انوشه انصاری؟ این کدوم اینها بیشتر قابلیت الگو برای زنهای دنیا بودن رو دارن؟
یا دریا سالار ایرانی که ما در گذشته داشتیم، یا ملکه همایی که ما در سلسله پیشدادیان حدود 10,000 سال قبل ما در سلسله پیشدادیان در ایران ملکه داشتیم، ملکه همای. خب کدوم اینا بیشتر میخورن یه الگو باشن برای یک زن؟ فاطمه زهرا یا زینبی که به قول خودشون حالا اسیر میشه و نمیدونم سر به محمل میکوبه و فلان؟ کدومشون؟ بعد این خانم اینجوری میگه، میگه که آخه شناخت اروپایی ها مینه، ما باید از اینها دفاع بکنیم و اینها اگر به اختیار خودشان انتخاب میکنن که حجاب داشته باشن، خانم ارشادی، خانم دکتر، جناب سورتجی و شنوندگان عزیز، بنده به ایشون اعلام کردم حجاب بردگی نوین هست، حجاب نقض حقوق بشر هست، چون هیچ زنی به یقین دارم میگم به اختیار خودش حجاب به سر نخواهد کرد، بلکه این خواست مرد، پدر، همسر، برادر و یا هر کس دیگه، خواست اون مرد هست که از کودکی انقدر تکرار میشه برای این دختر که براش یک هنجار میشه، براش یک ملکه ذهنی میشه و حالا اون فکر میکنه که با این حجاب میتونه خودش رو از همه چیز بپوشونه. بنابراین حمایت کشورهای غربی از مسئله مثل حجاب، غیر از اینکه حالا مسئله بیزنس پشتش هست و ما میبینیم که دلچه گابانا یا آدیداس اومدن حجاب برای زنها تولید کردن که در فروشگاه ها روی وبسایتشون هست، که خب اون حالا مسئله بیزنس هست، حکومت‌های اینها هم که جست‌های حقوق بشری می‌گیرند، در واقع از حقوق بشر دفاع نمی‌کنند، اینها دارن از نقض حقوق بشر دفاع می‌کنند و این نکته‌ای هست که بسیار ظریفه و شاید تا به امروز بهش توجه نکرده باشن. این دخترها حالا به قول خودشون، خانم دکتر میگن سلبریتی، چیزی که ما تو ایران به اینا میگفتیم و الان هم هنوز بهشون میگن، به اینا میگن شاخ مجازی. این شاخهای مجازی خب یه سریشون رو گرفتن، اگر خاطرتون باشه سال گذشته یک سری از اینها رو گرفتن که مثل شاداب دنس و اینا که میرقصیدن مائده حجبری و اینها، گرفتنشون و قلقمشون کردن. حالا اومدن سر وقت اینا رو نگرفتن، اینا رو موفقیت آمیزتر باهاشون برخورد کردن، اینها رو دعوت کردن که اینها حجاب به سر بکنن و تبلیغ حجاب بکنن. و چون یک عده ای، آخه میدونید بدبختی ما همین یکی دوتا نیستش که یک فیلمی منتشر میشه که یه پسری داره یه دختری رو در فکر کنم سیرجام بود داره میزنه، به یک باره ظرف چند ساعت از 300-400 تا فالوور صفحه این آقا میره تا میرسه به 41-2000 فالوور. این بیفرهنگی، بیشعوری و این میرسونه که ما همونطور که قبلا هم گفتم، ما به همون فضای مجازی رو دادم ولی چون مصرف کننده این فرهنگش رو به ما ندادن. خب مثلا یه آدمی که داره یکی دیگر میزنه رو از چی میری فالو میکنی؟ چی میخواد آیدت بشه؟ این یک. دومی بحث مزدوران صادراتی جمهوری اسلامی هست که میان، اینا چند تا وظیفه دارن. یک سری از اینها میان میگن که محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی خوب بودن، اما رضا پهلوی و شهبانو بدن. حالا عمدتاً اینها میان دست میذارن روی ملکه ثریا، ملکه پیشینه، و میگن که ملکه ما ثریا. یک عده دیگه اینا میان مثل این امید بیشرف نادان که در سوئد هست، ببخشید که من اسمی برم، ایرادی که ندارم، البته اینو همه میشناسن دیگه، این آدمی که میره به قاسم سلیمانی میگه آرش کمانگیر دیگه مشخصه دیگه تکلیفش چیه دیگه، این آدمی که اینجا تو سوئد هست و عرض میکنم به حضورتون که اول میان اینجا خودشونو
به هزار آب و آتیش میزنن که آی شاهزاده اینجوری، آی شاهزاده اونجوری، همین که خود مخاطب میگیرن ماهیت واقعی خودشون رو رو میکنن. بارها من به دوستانم گفتم، گفتم آقا جون صفحه مجازیتون، لایو اینستاگرامتون، چون ما لایو زیاد میذاریم به هر حال توی اینستاگرام، میگم من میگم من وقت میرم لایو هم کامنت ها رو میبندم، هم کسی رو که نشناسم راه نمیدم. جمهوری اسلامی به اندازه خودش و به اندازه کافی تریبون داره. خیلی از شاخهای مجازی و خیلی از افراد شناخته شده در فضای مجازی عمال جمهوری اسلامی هستند. من هوشمند رحیمی دیگه نمیام تریبون خودم رو که راهی رو باز کردم به لطف فضای مجازی که با مخاطب خودم صحبت بکنم و افکار خودم رو به مردم معرفی بکنم که من یک آدم سکولار هستم، من عقیده سیاسیم لیبرال دموکراسی هست، اما من به مشروطه هم معتقدم و دارم به شما آموزش میدم که مشروطه یعنی چی، لیبرال دموکراسی یعنی چی، سوسیال لیبرال یعنی چی، من دارم اینها رو به شما آموزش میدم. من نمیام تریبونی بشم برای اینکه یک عامل جمهوری اسلامی بیاد و هر مزخرفی رو که در ذهنش هست خالی بکنه. یه اصطلاحی رو من در ایران یه بار به کار بردم حالا در این برنامه، اینها تراوشات ذهنی ندارن، اینها استفراغات ذهنی دارن که میان و اینها رو خالی میکنن و مردم رو، و باور کنید که مردم رو تحت تاثیر میذارن. یعنی مخاطب های اینها رو اگر برید نگاه بکنید، تطلو یکی دیگه از این نمونه های اینها هست. ببینید جمهوری اسلامی با تمام حماقتش و با تمام عقب افتادگیش، این آخونده خیلی یه لفظ بدی داره، ببخشید عوض میخوام من از این لفظ که میخوام ببرم، خیلی حرومزاده و ولد و زنان، یعنی به جای خودش اینا آنچنان بلدن استفاده ابزاری از همه چیز بکنن. وقتی رئیسی یکی از اعضای هیئت مرگ که نوید هم دادن به ما که قرار ایشون بشه رئیس قوه قضاییه، حالا مردم نرفتن رأی بدن، نمیخوام اینجا مثلا وارد این بحث بشم، مردم گفتن ببین خیلی قشنگ مهندسی میکنن، بازی میکنن با مردم، ببین به روحانی رأی بدین این هیئت مرگیه نیاد بشه رئیس جمهورتون، بعد از اون طرف میان این هیئت مرگیه رو میکننش رئیس قوه قضاییه. یعنی اصلا مردم هیچ کاری نمه، اون 8 سال رئیس جمهور، حالا این 10 سال رئیس قوه قضاییه خواهد بود که بکش بکشی را بندازه، چون رئیس جمهور که اصلا کاره ای نیست، ولی رئیس قوه قضاییه اتفاقا کاره ایه. خب بله، دیدیم رئیسی اومد چسبید به تطلو که رأی بگیره. ببینید خیلی قشنگ، خیلی زیرکانه دارن کار میکنن. سپاسگزارم از توضیحاتتون. خب بحث رو ادامه خواهیم داد، بریم سراغ جناب سورتجی گرام، ولی قبل از این که بریم اجازه بدیم من میخوام یکی از آهنگهای ایشون رو پخش بکنیم که یه مقدار فضا جو عوض بشه، برگردیم بعد سوالم رو از ایشون داشته باشیم. Oh,
سپاسگزارم از این ترانه زیبای همکار و دوست بسیار خوبم جناب سورتجی. بریم سر سوالامون. جناب سورتجی، نظرات دوستان رو شنیدید. شما در مورد این مسئله که بسیار سر و صدا کرده در دنیای مجازی، تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی چقدر اثر بخش است و چقدر میتونید استفاده بکنه که کرده و چقدر ما متوجهیم این فرهنگی که هر کدوم از ما داریم، چقدر متوجه میشیم که این تبلیغات چقدر به ضرر ماست به جای لایک کردن و دنبال رفتن این مسائل؟ حواله میکنم اول دنبال کنم که من خواننده نیستم و خب از اینکه این ترانه رو پخش کردید، ترانه بود و تنها ترانه بود که خوندم، اون هم در شرایط خاصی و برای مخاطب خاصی و خب در شرایط احساسی. و اینکه خواستم با تأکید بگم که خب شاید بسیار پر از ایراد بوده باشه این ترانه و من خواننده نیستم. در مورد پرسشی که مطرح کردید، عنوان باید پس عنوان کنم که در مورد نظام جمهوری اسلامی که فرمودید، مشخصا چه تأثیراتی رو در واقع چه استفاده هایی، حالا من نمیخوام از واژه سوء استفاده ها استفاده کنم، میتونه چنین نظامی داشته باشه در دنیای مجازی و این دخترانی که دوست دیگرمون خانم روانشناسی که افتخار همراهی با ایشون رو در این برنامه دارن فرمودند، در واقع من شخصا این فیلم رو ندیدم و خب خیلی فضای مجازی حالت اجتماعی داخل ایران رو دنبال نمی کنم متاسفانه، اما چنین مسائلی 100% وجود داره و خب به هر حکومتی یا هر قدرتی، حالا بهتر این گونه بگم که برای نگه داشتن خودش بر سر قدرت و برای خب معاصل قدرت، چیزهایی که از اون قدرت به اونا میرسه، برای اون استفاده هایی که میبره، در واقع از هر
فضایی ترجیح میده استفاده کنه. و خب همونطور که گفتم از سالیان قبل من چون یه نگاهی کردم به سایت ها، بعد از اینکه فهمیدم در واقع برنامه شما در مورد فضای مجازی هست، خب این گونه دیدم که مثلا از سال 1389 خودمون در واقع مقاله هایی رو خوندم که مثلا از سایت ایرنا استاندار فلان استان گفته، یا نمیشونم خانومی که مدرس حوزه و دانشگاه بودند گفتند، و خب اونها هم به این فکر افتادند مشخصا که چگونه از این فضا به نفع خودشون بهره برداری کنند. و به نظر من کاری که ما میتونیم بکنیم، حالا من خودم رو نمیدونم دوستان ما چقدر ملیگرا هستن، چون من اهل سیاست نیستم و همیشه فاصله گرفتم، اما در ملیگرایی و در عشق به میهن به هر حال سعی کردم در کنار بزرگواران باشم که خب میتونن پرچم‌دارانی باشند برای راهی که من در نظر دارم، از جمله خود شما خانم ارشادی. کاری که من دیدم و من مناسب دیدم که خب میتونم انجام بدم این بود که توجه به زشتی ها و به دروغ ها، به تهمت ها و خب خیلی مسائل حاشیه‌ای که قدرت هایی که مسموم هستند دارند در واقع توجه نکنم و تمرکزم بر این باشه که زیبایی های فرهنگ اصیل خودم رو در دنیای مجازی به هم میهنانم، به هم زبانانم بیشتر باز بشناسانم در حد توان خودم، در حدی که خب خیلی مدعی نیستم و نیستم، نه تنها که مدعی نیستم، اما برای وظیفه‌ای که من در خودم دیدم این بود که تمام تلاشم رو بکنم در کنار اون فرهنگ سازی های نادرست و اون تبلیغات مسمومی که خب متاسفانه قدرت بیشتر هم در دست اونهاست، من هم به سهم خودم در واقع شمعی باشم اگرچه کوچک و کمسو، اما خب تا جایی که امکانش هست زیبایی ها و درستی های فرهنگی که از اون برآمدم رو به همیهنانم بیشتر باز بشناسونم. و خیلی مدعی هم نیستم که مخاطبان بسیاری گرفتم، اما همون تعداد که هستند در جایگاه خودشون میتونند در واقع روشنی خودشون رو داشته باشند که این نور حقیقت و راستی و درستی رو که در مردم سرزمین ما از گذشته های دور بوده رو به دیگران و دیگران منتقل کنند، با امید روزی که در واقع به اون شکوهمندی که در گذشته های دور سرزمینم داشت برسه و از اون هم بیشتر. نمیدونم چقدر تونستم پرسش های شما رو پاسخ بدم و در چه حد شما هستم. سپاسگزارم از توضیحاتتون و چقدر خوشحالم که در این رابطه به یک سو مینگرید و اون هم فرهنگی است که باید نشون بدید. من خدمت شنوندگان عزیز و دوستان حاضر در جلسه عرض کنم که جناب سورتجی همونجوری که گفتم برنامه‌ای دارند که به ستاره بانوان ادبیات تاریخمون میپردازند و از قرنها از سالها همینجور شروع کردن و دارن یکی یکی میرن که در عصر خودشون در زمان خودشون چقدر تونستن هنر و ادب ایران رو بشناسونن، در اون راه عمل کردن، از همه مسائل میگن و یک برنامه است که هر بار من میدونم شنوندگان بسیار زیادی داره. به هر صورت برای هر کاری که برای کشور عزیزمون انجام میدین خسته نباشید و بالشخصه از شما سپاسگزاری میکنم. بانو میترا بابک عزیز، جنبندی بفرمایید صحبتاتون رو و اگر حرف های نیمه تمامی دارید رو تمام بکنید که بتونیم آرام آرام برنامه رو ببندیم. خواهش میکنم. ما باید همینطور در مورد این بحث همینطور بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم. اولا خیلی خوشحالم که مهمون عزیز هنرمندمون رو داریم، باشون بیشتر آشنا شدم.
صداتون هم زیباست و اگر هم دوست دارید حتما تو برنامه تلشو پنجشنبه شبهای ما شرکت کنید، یه بار مهمون ما باشید. همچنین شما آقای عقیلی، ما پشت پرده صدای شما رو هم شنیدیم و صداتون بسیار بسیار زیبا بود. شما هم بسیار خوش آمدین در برنامه تلنشو ما، در دنیای مجازی تلنشو ما. ولی خوشحالم که این موضوع باز شد، برای اینکه این موضوع خیلی حاد استفاده های برای من حلال برای تو حرام جمهوری اسلامی که دیدیم و میبینیم که چگونه استفاده میشه از شخصیت های مختلف، از انسان های نادان و بی اخلاق. چون زیرا که انسان اگر اخلاق داشته باشه، اگر احساس مسئولیت بکنه، هرگز سماعت خودش رو، جسم خودش رو، روح و روان خودش رو به معرض فروش در برابر دیکتاتور نمیگذاره. به هیچ قیمتی هرگز حاضر نمیشه که خود را بفروشد. سپاسگزارم از برنامه امشبتون عزیزم. سپاسگزارم بانو دکتر میترا بابک عزیز و خیلی خوشحالم که شما رو امشب داشتیم و بهره بردیم. جناب رحیمی شما هم بفرمایید، اگر صحبتی دارید آماده هستیم بشنویم. عرض میکنم ارشادی، من فقط امیدوارم که به زودی ما مجبور نباشیم که اینقدر راجع به خیلی چیزهای بدیهی، ما خیلی خودفروشی خیلی زیاد داریم در طول تاریخ. در برنامه‌های قبلی هم گفتیم که وقتی به تاریخ ما مراجعه میکنیم میبینیم که اشخاص ملی گرای ما و ملی ما توسط افراد خودفروخته چطور تسلیم دیکتاتورها میشن. و یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی اونا داره میکنه که یک تعریض کوچیکی بزنیم بهش، این هست که افراد ضد ملی رو میاد ملیگرا معرفی میکنه، مثل کوچک جنگلی که خب اینها آدمهای روسیه بودن و در فکر تشکیل جمهوری عرض کنم که در شمال ایران بودن و اینها رو میاد انسانهای آزادی خواه و مبارز معرفی میکنه. اینها رو باید حواسمون جمع باشه، هر چیزی که در فضای مجازی میاد رو باور نکنیم، هر کلامی که گفته میشه، هر چیزی که نوشته میشه. من یه سری ها اسمش رو گذاشتم از فرمایشات حضرت خودم، مثلا میان عکسشون رو میذارن یه جمله‌ای هم بغلش مینویسن. از اون طرف نمیدونم، فرض بکنیم که رودکی یا حافظ یا مولانا یا سعدی یا فروغ یا سهراب، اینها حرفهای خودشون رو به زیبایی و در کتابهای خودشون زدن. جامعه ما نیازی الان نداره که بیاین اگر حرف قشنگی داریم بچسبونیم به اینها. حالا اینها شاعر بودن، بعضا دیده میشه که مثلا عکس یک بازیگری رو میذارن یا یک کسی که اصلا ارتباطی نداره، مثلا پرویز پرستویی اینجوری گفت، خسرو شکیبایی چقدر زیبا میده. نه، اینها بازیگرن، اینها ادیب نیستن، اینها خیلی از چیزهایی که دارید میگید اصلا به اینها ربطی نداره. نچسبونید. یک قصه رو منسوب میکنن به استاد دکتر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران، پدر علم حقوق مدنی نوین ایران، که ایشون نمیدونم صبح از خواب بیدار شد و صدای خروس رو شنید و بعد دید که از این خروس خبر نیست، رفتید که نمیدونم خروس و گردنش رو بریدن و گفت اونجا بود که فهمیدم هر کس برای بیداری دیگران نمیدونم تلاش بکنه سرش رو میبردن. درست که این اصلا به اون از، یعنی نه از ادبیات مرحوم دکتر کاتوزیان هست و نه این قصه اصلا از طرف ایشون هست، یک چیزی هست که ساخته و پرداخته ذهن یک شخصی هست که حالا منصوب کرده به ایشون. یا چند وقت پیش مثلا میان یک چیزی رو، یک قصه رو از زبان دکتر زرین کوپی نویسن و میگن در فلان کتاب اینجوری گفته، در صورتی که اصلا در اون کتاب هم چیزی گفته نشده، اون ادبیات مشخصا ادبیات دکتر زرین کوپ نیست. اینها رو باید حواسمون رو جمع بکنیم اگر میخواهیم اطلاعاتی داشته باشیم. من راجع به کشورهای خارجی صحبت نمی کنم که دیتابیس های قوی و معتبر دارن، من دارم راجع به ایران صحبت می کنم که سرانه مطالعه پایین هست. ویکی‌پدیا به هیچ عنوان مرکز معتبر علمی نیست.
اگر میخواهید چیزی رو بدونید به کتاب ها مراجعه کنید، به کتاب خانه ها برید و بخونید. اگرچه در این 40 سال کتاب های فرمایشی هم کم نداشتیم، وقتی خسرو معتضد تاریخ می نویسه، وقتی ناصر کوپیراف کتاب تاریخ می نویسه، برید بخونید ببینید چه تحریف بزرگی رو اینها در تاریخ برن انجام میدن بدون اینکه هیچ پشتوانه علمی پشتش باشه. یک مقدار به خودمون بیاییم، این انقلاب بعد از جمهوری اسلامی باید انقلاب خرد باشه، باید انقلاب دانش باشه. یک مقدار به خودمون بیاییم، ما تا زمانی که انقلاب فرهنگی درونمون اتفاق نیفته، هزار جور هم که انقلاب ظاهری و انقلاب سیاسی بکنیم به جایی راه نخواهیم بود. سپاسگزارم از توضیحاتتون. اجازه بدید من یک مسئله ای رو بگم. یکی از عزیزانی که افتخار آشنایی با ایشون رو دارم و از نویسندگان خوب در ایران هستن، مسئله ای رو با ما مطرح کردن که هر مسئله ای رو شما یک خبر دست اول رو که بذارید تو فیسبوک یا هر دنیای مجازی، تلگرام یا اینستاگرام، همه پخش میکنن، بلافاصله کپی میکنن و پخش میکنن، ببینن که آیا عکس درسته، آیا که نوشته ای که درسته به تاریخ روز خوره، مال سالها گذشته نیست. من گفتم ولی من با این موضوع برخورد نکردم. ایشون خواستن که من یک امتحانی دار، یعنی امتحانی رو انجام بدم، یک مطلبی رو که مطلب روز هم بود از یک نویسنده بسیار خوب، مطلبی رو برای من نوشتن، گفتن این رو شما بذار با عکس کس دیگری، ببین چند نفر واکنش نشون میدن به مسائلی که در دنیای مجازی حالا به صورت روزنامه یا هر مسائل دیگری هست انجام میدن. من خب هم کنجکاو بودم، هم یکی دلم خواست ببینم واقعا چقدر هوشیارین، چقدر عزیزانی که همراهی هم میکنن، آدم افتخار میکنه به اگر که عدهشون هم کم هستن، همونجور که دوست گرامم جناب سورتجی گفتن، بدونیم که اگر عده کمی هم هستن ولی فرهیختن، میفهمن، آدم از هم دیگه میاموزه. من این عمل رو انجام دادم، عکس رو گذاشتم، خب در حدود شاید 11 تا از روش برداشتن، کپی کردن، فقط 2 نفر برای من نوشتن این عکس صحت نداره، این عکس اصلا به این موضوع نمیخوره، اون اسمی که شما گفتین با این عکس درست نیست، خانم شدی اسم رو درست بکنید. خوشحال شدم که بالاخره 2 نفر واکنش نشون دادن و همینجور که شما بهش اشاره کردید، ای کاش به همه یه مسائلی که نه البته برای من انقدر روزانه خبر میاد و انقدر محبت میکنن که من صرفا به فیسبوک هم پخشش میکنم، هم به خاطر همکاریشون، هم به خاطر اینکه ازشون تشکر کرده باشم. وظیفه منه که صحت و سقم یک خبر رو خودم برم بخونم و درج کنم. شاید خبرها خیلی زیاد باشه ولی کدومش صحت داره، این دیگه وظیفه شخصه. به هر صورت از شما سر عزیز تشکر میکنم، بانو دکتر میترا بابک عزیز، جناب هوشمند وکیل پایه 1 و جناب سورتی جیس شاعر و نویسنده، همچنین شنوندگان خوب رادیو آزادگان. تا 2 هفته آینده که برنامه دیگر از سری برنامه های فرهنگ مجازی رو داریم، همه شما رو به خداوند خرد و خداوند دوستی ها می سپارم که امیدوارم همیشه شاد و سربلند باشید. خدا نگهدارتان.
عاشق دورم میخوام حدیث عشق و از تو چشات از تو چشات بخونم برات کی آواز میخونه کی ناز تو میخره با گفتن دوست دارم کی دل تو میبره برات کی آواز میخونه کی ناز تو میخره با گفتن دوست دارم کی دل تو میبره کی آواز میخونه کی ناز تو میخره با گفتن دوست دارم کی دل تو میبره برام کی آواز میخونه کی ناز تو میخره با گفتن دوست دارم کی دل تو میبره به دست هر کسی نگو که آسون میدی اونی که جون میده برا بگو براش جون میدی ناامیدم نکن ناامیدم نکن از عشق میخوام عاشق بمونم میخوام حدیث عشق از تو چشم از تو چشم بخونم برات کی آواز میخونه کی ناز تو میخره با گفتن دوست دارم کی دل تو میبره برات کی آواز میخونه کی ناز تو میخره با گفتن دوست دارم کی دل تو میبره برات کی آواز میخونه کی ناز تو میخره با گفتن دوست دارم کی دل تو میبره برات کی آواز